به نام خدا و سلام. ساز ترومبون ساز دیگری از دسته بادی بینگی ها هست که امروز میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم. همون جوری که تصویر ساز رو در اینجا مشاهده میکنید تا حدی مشابه ترومپت هست، به خصوص قسمت خروجی ساز این شباهت رو به یاد میاره و از این رو صدای ترومبون مانند ترومپت تیزی خاصی رو داره و از صدای هورن و توبا که جلسه آینده باش آشنا خواهیم شد متمایز میشه. در این ساز شما سوپاپ مشاهده نمی کنید، بلکه نوازنده با استفاده از کشو یا کولیس، این لوله منحنی شکل، طول لوله رو به نسبت دلخواه خودش میتونه کم و زیاد کنه. این قسمت به بیرون ساز یا درون ساز میتونه جلو عقب بده، حرکت کنه و طولهای مختلفی رو به دست بده. البته پوزیسیون ها یا مکان های قرارگیری مشخص و ثابتی برای کولیس تعریف شده که در اونها نوازنده به طول لوله مشخص و استانداردی دست بده میکنه و بر اساس هارمونیکای اونها نوازندگی میکنه، اما علنا میتونه هر جا که خواست این کشو رو متوقف کنه و طولهای لوله خیلی مختلفی رو داشته باشه. کشو دار بودن یا کولیس دار بودن ساز ترومبون باعث میشه که از لحاظ تولید صدا ما یه مقدار به سمت صدای پیوسته و گلیساندو مانند بریم، یعنی اون چه که مثلا ما روی سازی مثل کمانچه یا ویولون میتونیم تصور بکنیم. خصلت این ساز این که میتونه به صورت پیوسته طول لوله رو کم و زیاد بکنه، کیفیت گلیساندو مانند رو ایجاد میکنه که تا حدی میتونه امتیاز ساز و از جهت دیگه مشکل نوازندگی در این ساز باشه، چون که نوازندگی گلیساندوی دائمی رو بین نوت‌ها داره و همواره باید با کنترل نفس و آمبیشور با گلیساندوهای ناخواسته در اجرای عبارت‌ها مقابله بکنه. کاربردترین ترومبون در سی بمول هست، این طول لوله اصلی ساز سی بمول هست. هفت پوزیسیون وجود داره که به ترتیب نوت‌های پایه مختلف واسه این پرده از هم رو به دست میدن. طبیعی هست هر چقدر ما پوزیسیون بالاتری رو بگیریم طول لوله ساز بیشتر میشه و همینطور به صورت نیم پرده به سمت پایین میاد. رو به قطعه دهم توضیحی هست که شاید خواهید کرد، ترومبون نفس زیادی میخواد و این رو باید در مفنسی برای ساز مورد توجه قرار داد. گستره صوتی ساز رو میبینید، این که در نگارشون از کلید تنور هم استفاده میشه بهش توجه بکنید. این ساز رو به صورت انتقالی نمی‌نویسن، اگرچه طول لوله اصلی ساز سی بمول هست و برخلاف ترومپت هست این موضوع، اون رو به صورت انتقالی نمی‌نویسن. اگر بخوایم تجسمی داشته باشیم از محدوده قرارگیریش، گستره صداییش در ارکستر تقریبا معادل ساز چلو هست. نوت‌های ترومبون از E2 تا G3 تنها در یک پوزیسیون وجود دارند، بنابراین اجرای متوالی و سریع آنها که نیاز به استفاده متوالی و سریع از پوزیسیون‌های دور از هم، یعنی 1:7 یا 7:1، 1:6 یا 6:1 و یا 2:7 و ریلکس رو میطلبه، میتونه مشکل ساز باشه. یعنی اگر ما بخوایم از نوازنده که نوت‌های رو در این محدوده به صورت پشت سر هم و سریع
یا به عبارت دیگر با ریتم کوتاه نوازه، این موضوع مستلزم حرکت سریع بین این پوزیسیون های دور هستش. آسان نیست، مدت زمانی که لازمه تا نوازنده بتونه از یک پوزیسیون به پوزیسیون دیگری بره و در این حال صدا رو کنترل بکنه، دمش رو کنترل بکنه، اصولا باعث میشه که ما صدای خوبی رو به دست نیاریم. راجع به گلیساندو و مشکلاتی که در نوازندگی ساز پیش میاره در اینجا توضیح بود که شما مطالعه خواهید کرد. توضیح هم راجع به ترومبون باس در اینجا آمده که قابل توجه هست. در اینجا به یک نمونه از ساز ترومبون گوش خواهیم داد از کریستوفر راوس، کنسرتو ترومبون، ابتدای اون رو خواهیم شنید. قابلیت خوب ساز در کنترل دینامیک توجه کنید. کنترول خیلی خوبی رو یه اجرای نوت‌ها بدون گلیساندوهای ناخواسته داره نوازنده. Thank you.
توجه شما رو جلب میکنم به گوش دادن ادامه این قطعه. فایل صوتی مربوط به اون زمینه این ویدیو قرار داده شده. در این قطعه آهنگساز به خوبی از تکنیک های رایج نوازندگی ترومبون که اصولا از موسیقی جاز گرفته شده تونسته بگریزه و در حال یک موسیقی با زیبایی شناسی کلاسیک رو ارائه کنه. سوالاتتون رو با من مطرح کنید. آرزوی موفقیت دارم برای شما و خداحافظ.